در مورد انتخابات حالا ما اشاره فرمودید داریم زمانی صحبت می که هنوز خیلی این چینش کاندیداها مشخص نیست حتی ثبت تکمیل نشده به هر حال جریانات مختلفی حاضرن و به نظر می که یک حجم بالا و یکم عجیبی از کاندیداها ها رو شاهدیم ما قبلا در ادوار قبل چیزی که دست کم من تو ذهنم هست اینه که آدمایی می اومدن آدم های, های عادی خب تعداد زیاد و تعداد نخبگانی که ثبت نام میکردن منظور از نخبه حالا سوابق اجرایی مشخص و شناخته شده محدود بود حالا تا حدی اما این بار به نظرم اتفاقا اون جریانی که مردم عادی بودن نیستن حالا مثلا اون پیرمرد روستایی بخش فان ماجرا کم شده <applause> آره اما اون بخشی که بالاخره نمایندگان ادوار وزرای سابق خیلی این تعداد بالاست و آدم میمونه که یعنی اینقدر شکاف تحلیل منه که زیاده که انگار من اون کسی که تو مجلس کنار میشستم قبول ندارم اون میاد منم هم میام همه میام باز یکی دیگه میاد های دکتر متفاوته هم آره ده. همین ماجراش چیه چرا اینجوری همه احساس میکنن یه عده میان که بیفتن سر زبونا یعنی اینا هم همون شوخی بیش نبیریدشون م. نمیخوام متبخترانه ارز بکنم خب بعد یعنی اینقدر فقر تریبونی که حتما شما باید کاندیدای ریاست جمهوری دیده شید این عکسو دارید این تصویرو چند تا روش تی... میکروفونه آره 23 تا نمیدونم خب میری اونجا قرار بگیری م. در معرض قرار بگیری آفلانی هم آمد در اخبار نه آدما خب یکی به من گفتش که شما نمیخوای بری شرکت کنی بعد گفتم خب داری با شوخی میکنی گفت نه آقا چه نمیری گفتم که گفتم یقینا نمیرم و چرا گفتم که متوهم نیستم خب ببینید اسکیل کار ریاست جمهوری به کجا چی در خودتون شما میبینید بردم بود که باورتون میشه میتونید برید اونجا رو حل کنید اینم از فواز جمهور اسلامی بوده دیگه اعتماد در نفس آره اعتماد نفس برده بالا مسئول خب خدمتتون عرض یه دنا واقعا برای همینه یعنی میان تو اخبار دیده شده آره چند وقتی خبری ازشون نیست یوی میان دیده میشن دوباره یعنی به روان روانشناختی انگار تحت فشارن که خیلی از این پدیده های دکتر زیستیه خیلی 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 از مسائل ما باید زیستی ببینیم آدمن مغز دارن انگیزه دارن هورمون دارن تو <تص> تعارف نداریم خب این اول یک عده میان و میدونن رد میشن برای چی میان برای اینکه اون پیام مظلومیت مزلومی، به مردم بدم ببینید آه. من به دلیل تعلق به این جریان سیاسی رد شدم رقیب ما رقیب من شورای نگهبان است میترسن از من تاییدم کنن خب یک عده پوششی هن. میان مثل کسی تو مجلس میرفتن مخالف ثبت نام میکردن که جای یه مخالف واقعی رو بگیرن کسی حرف نزنه میرفت رفت میدید بالا داره چرتا پر تحویل ملت میده خب بعد میگوشیم چی اصلا چه مخالفتی کرد خونه اومد پایین یادم خاطرتون باشه مثلا معمولا موقع این کابینه میخواد انتخاب بشه این خیلی پر یه روش دیگه یه ده همین جوریه میان پوششی عمل میکنن خب یه دیم هم تو خودشون اینو میبینن دیگه یعنی برداشتشون که میتونن مشکلات کشور رو میتون حل بکنن بخشی هم واقعا دغدغه دارن یعنی درستش اینه خب اما خب بیان من حالا این دفعه رو فکر میکنم نمیدونم حالا شورای نگهبان چطور میخواد برخورد بکنه اما فکر میکنم شبیه یه چیزی بین 84 و 92 بشه مه. من برداشتم اینه که بین 84 تعداد کارون ها زیاد بود خاطرتون باشه 92 هم اونجوری نبود اما خب کمتر بودم برای بین این دوتا من فکر میکنم بشه برای همین و یک وزنه سنگینی هم نداشت کاندیدایی آه، آه، نداره. که بله. اجماعی روش بله باشه. و خیلی رأی سلبی ای بسا اثرش بیشتره یعنی درست. وقتی رأی سلبی اثر داره من الان بخوام سه گروه کنم کاندیداها رو میگم ها جریان لیبرال تیفا حالا نمیتونیم واقعا یکی کسی بین این بله قرار میگیره انقلابی ها خب حالا همه خوشون انقلابی میدونن اما اون چیزی مردم تو چششون ندید یه چیزی وسط آقا این که وسط لافن اینا این وسط ها هیچ کنون رعی ندارن وقتی رعی سلبی میشه چرا؟ چون این به این رعی نمیده که عاشقش باشه الزامن برد. به این رعی میده که این یکی رعی نیره نه. وقتی اینجوری میشه دو قطبی میشه اون کسی که وسط رعی نخواهد آورد خب چهره های میانه از این جهت رعی نخواهد آورد یعنی شما فرض بکنید مثلا این روزی انقلابی ایستاده میخواد بین لاریجانی و جلیلی گیر کرده به کی رای میده به قالیباف رای میده یا به جلیلی یقینا به جلیلی انقلابیه این رأی و گل درشته حالا یه آدمی که تمایلات لیبرال داره این وسط ایستاده بین نماینده اصلاح طلبا و قالیباف کی رأی میده بازم اون نماینده اصلاح طلب. خب من برداشتم اینه 84 دور اول خیلی رعی قومیتی شد یعنی تبریز و آزباجان شرقی غربی اردبیل مهرالیزاده رعی اول بود کرمان و آره کرمان فکر کنم یا گیلان مثلا کرمان گیلان آقای هاشمی رعی اول بود دور اول بیشتر نداشت مازندران لاریجانی بود اینا آمولی لاریجانی دیگه ام. حالا این دفعه اخویشون تو مازندران را رای نه خراسان شمالی و رزوی قالیباف زاگ ها تا پایین تا حتی کرروبی کروبی رای اول بود احمدی نجاد هم تهران سمنان خراسان جنوبی یعنی این کویر مرکزی مم. اینا که تو ذهنمه خب سیستان و بلوچستان اهل سنتن اصلاح طلبا رای بالاتری داشتن همیشه موین رای آورد ببینید الگوی قومیتی مشهوده ام. نمیشه ندیش بعید نیست این اتفاق مثلا فرض کن آقای رضایی بیاد زاگرس نشین ها به ایشون رای بدن یعنی لورا به ایشون رای بدن تو دور دوم احمدی نشد اینجوری نشد دیگه دیگه رئیس میشکنه. یه کار کرد دیگه. آره دیگه میشکنه برای همون استدلالی که خانم رهنورد اسلاد خیلی سست و بی خودی بود که آقای داماد لورا مثلا داماد خودشونو بریم کنه اینا وقتی دو بشه اصلا معنا نداره کاملا بمیره خب و اینم نشون میده که اینجا یه کشوره ایران ملیت دارن سالهاست ایران ایرانه این خیلی مهمه این جوجه دیده میشه کمون که من فکر میکنم سال 92 آی تو مشهد رای اول نبود چیزی که حالا من نه. تو ذهنم هست همینطوره خب در مجموع آی روحانی رای بیشتری آورد اگه اشتباه نکنم به استثنای آی چیز فکر میکنم رضایی که توی این بخش زاگروس ها رنج بیشترش خب الان یه مسئله این یک این ی... طرف یه متغیر باید لحاظ بکنیم ده. یه متغیر اینه که چه کسی دولت رو نمایندگی میکنه ببین ببینید یه نظرسنجی که گوش گوشو شد حالا دولت های رئیسی را. بله خب یه مسیر خدمت های رئیسی رو دوست داشتن مردم دیدن بس... یک روز یک جا نبود من خدا م. همش این طرفون هم آخرم تو خدمت شهید شد ببینید میگن همین همین مسیر ادامه پیدا بکنه ما ببینیم یه نفر داره بر ما زحمت میکشه این کسی که نمایندگی کنه دولت رو هم فرد مهمی میشه یعنی یه بخش هم اینجوری رأی خواهند داد لذا پیش من اینه ما کلی رأی 4 5 میلیون داریم آه. از دو میلیون تا 6 میلیون مثلا پس احتمالا دور دور دوم, میره بعد دور دوم که بره دیگه مجبورن اجماع صورت بگیره ای کاش مثلا یه کسی می بود مثل خدای رئیسی دور قبل میتونست خاصیت جمع کنندگی داشت میتونست بگه آقای زرقامی تو اومدی حالا رد شدی برای ریاست اما خود خب تو دیدی دیگه بسم الله تو بیا وزیر فلانی تو هم. حالا واقعا آدمی که کارآمدی هم داشته ام. باشن خب این حالت ایدئال میشد باشه اه. و اینم بگم فراموش نکنم من به مردم عزیز بگم خواهشان اینکه به آینده هم فکر کنید یعنی <coughs> کسی کی که میخواد رأی بیاره باید با بخشای دیگه این کشور همکاری کنه ما دو بلایی که لاریجانی سر احمدی نژاد آورد دو سال آخرش رو فراموش نکردیم همین آقای علی لاریجانی جنگ جهانی داشتن دو با هم دیگه این اومد فیلم با داداش آره فیلم داداش اونو برداشت پخش کرد و فاضل رو پخش کرد و او اومد گفت منم بگم داداش تو من اینجا چی ها میگفت اصلا این شده مد کودک شده بودن گفت خب ببین نخوان با هم کار بکنن شما نمیتونی ازشون کار بگیری کسی که نخواد این انگیزه ها خیلی ما مای دکتر برای میگم مسائل زیستی مهمه روانی مهمه دو سال من یادم مثلا چهار بار اشتباه نکنم وزیر نفت هی کاندیدای واسه شده دیگه سر وزیر کار دیگه مثلا صدای رهبری هم در که بابا اینو دیگه چرا مثلا زدی خوب بنده خدا آیشه خلصنا بود اشتباهه خب اگر اینجوری بشه چی فراموش نکنیم بعضی موقع اون آدم ایدئال که خیلی خوبه من خودم میگم دنبال اسلحه بعد بریم تو مجلسم دنبال همین اما دیگه شما تو آدم خیر الموجودین بعد انتخاب بکنی دیگه شما یه موقع مثلا چه اگه خود نویس باشه خب بهتر از این خودکاره، کاره ام. اما میگه خب بخوام چیزی میخوام بنویسم نوکشم شکسته این مداده مثلا اینو بردم بنویسم دیگه یعنی بین آرمانگرایی و اون واقع بینی باید جمع کرد مم. یه جایی باید بیای پایین نمیشه من بگم آقا من روی آرمان ها محکم باید میستم به جهنم حالا جهنم که رای نبردم میرم ابی نداره جهنم رای نبردی باشه من همین هم حرفو میزنم خب اما تاش میشه کشور نابود میشه کشور دو دستی تقدیم میکنید به یه جریاناتی که پدر مملکت تو سابقه هست قبلا دروردن خب خطر دیگه ای کاش اینا خودشون بتونن با هم بشینن یک از کارهایی که من این ایام خیلی پیگیری کردم حالا بعد از انتخابات اسم میبرم الان اسم نبرم ای از بزرگان انقلاب آوردیم باش صحبت کردیم گفتم آقا شما بیا بزرگتری کن الان بشینید اینا رو جمع بکنید خب که اینا پوشمندانه و با طراحی بیان جلو و بعد دوستم گفتم ها تو این انتخابات ریاست جمهوری خیلی ازت خبری نیست چون واقعا وقت نداشتم <تصفح> فکر میکردید یه سال وقت دارید دیگه آره اصلا شما نگاه کنم <تصفح> من توییت یه دو سه نصف چرا تازه جلساتم تموم شد که آقا یه نفر که خاصیت جمع کنندگی داشته باشه بتونه چترش باز باشه و این حالت ایداله که همه گروه ها و کسایی که بالاخره رأی دارن تو این کشور نماینده دارن بیان با هم یه کابینه تشکیل بدن بگیره آره درسته شاید بگی این کلاژ میشه اینا راهبرداشون با ای راه راهبرد را اگه راهبرد درست انتخاب بشه ام. خب میشه اینجوری هم نیستش حالا بس به اینجا رسید نمیخواستم سوال مطرح کنم چون خودتون رو اشاره کردید یه نقدی به شما و حالا فرمودید تو حوزه انقلابیگری شما رو گاهی تون رو میدونن این نقدی وارده و اون اینکه امثال شما در گذشته ساختارهای ریش سفیدی جریان اصولگرا رو اینقدر هدف نقد قرار دادید که امروز دیگه این ساختار رو کار نمیکنه یعنی <applause> فکر نمی کنید بعضی وقتا به عقب که برمیگردید فکر نمی کنید مثلا شاید باید کمتر نقد می شاید باید یه جاهایی یه های ریسفیدی هایی به رسمیت شناخته می که الان به قول شما به شما ایجاد کرد من. ببینید من اگر به نه انتقاد برم که فقط ناظر به همین انتخاباته چون من قبل از این انتخابات یعنی مجلس خب <applause> کاری خیلی بایده نداشتم یعنی چهار سال گذشته یعنی مجلس 98 من کمال همکاری رو بینو کردم من اسم ببرم خدمت رو عرض بکنم که چون بعضی از این رو من اسم میبرم بعدا تو همین جریان مجلس اسم برده بودم ناراحت شده بودم گفتم خب چرا اسم ما رو بردی؟ گفتم من میخواستم مستند حرف بزنم من چون آدم سریح و شفافی هم با کی ندارم حرف میزنم گفتم شما کار بدی که نکردید مثلا واسطه شدید خب که اشکالی نداره که یعنی آدم خوبی بودید دیگه ببینید من واقعا این دورم نمیخواستم توی مجلس کنشگری داشته باشم اصلا خب اما اخباری که من رسیدم خب ظاهرا ریش سفیدا خودشون نمیخوان خودشون رو رد کنن ببین من نگران یه بدعت بودم باید انتخاب میکردم بین اینکه این, که این بدعت شکل بگیره و تبدیل بشه به روند ببین 1400 500 نفر جوون غیر جوون اکثرا جوون اومدن رفتم وارد ساز و کار شورای اطلاف شدم برن خدمت شما عرض زوکار برنامه, بدم. برنامه بدن فلامه و سازوکارهای موازی رو تعطیل کردن ام. یه تایم برای تبلیغ داره دیگه این بنده خدا آدمه است. یه نفر آدمه چهار نفر دارن کمکش میکنن سازوکارهای موازی رو تعطیل کردن رفتن تو این چه قرار گرفتن خب من خبر داشتم دقیقا چه اتفاقی داره اول چند نفر انتخاب شدن بعد از اون چند نفر چه سوالاتی پرسیده میشه اون سوال میپرسن چه جوریه حالا اینجا اسم نمیتونم ببرم چون بین اونا دیگه طرف میشه شمر بن زلجوشن دیگه خب چون اون وری اصلا رحم ندارن تو مسائل خب واقعا میگم و یعنی خیلی بد برخورد میکنه با این بنده خدا خدمتتون تو عرض بکنم که فقط و فقط و فقط و فقط یک نفر رو من بگید که اون لیست سی نفره بود و از اون ساز کار اومد از اون 1400 500 نفر من برای مریض لازم دارم اینو بهم بدید یعنی نهایی هیچ کدوم هیچ از یعنی شما یه ش... کنکوری میذاری اما از غیر داوطلب همه رو سهمیه ای برداری بیاری مم. این یعنی چیه؟ ببین چهار سال قبل شبیه این کار انجام داد اومدن این سازوکار رو درست کردن خب تو این سازوکار گفتن رای میدیم فلان آقا چی شد مجتبا ثابتی شد اولا خود قالیباف بیشتر رای بود تو اون سازوکار آقای نیکی ملکی رای بود آقای علی جعفری مثلا اینو رای بردن آقای قالیباف زد زیر اون نمیشه که لوکوموتیو منم من احتمالا رای دارم من قرار سر لیست باشم خودم ارائم با من قبول ندارم من به مردم قول اقتصادی دادم فلان زد زیر میز یه دینا ریخ بیرون خب اینا خب کینه کردن ازش <تصفح> ناراحت بودن گفتن آقا یه سازوکاری یا ناردن. نزار یا گذاشت با این وجود عده چشم بوشیدن <تصفح> بالاخره ایشون یه میلیون و هزار تا هم رایدشون موقع نفر دوم که آقا تهرانی بود 800 هزار تا 400 هزار تا تفاوت رو این دفعه ما گفتیم که دیگه درست میشه دیگه این دفعه ما خطا هم برطرف میکنم بهتر میشه ببین من آدم واقع بینیم آرمانگرا هستم اما میگم بالاخره اولین تجربهشون بود خر کاری کردن حالا نفهمم درستش بود درست کردن اومدن یه دو تا لاخ ابرو بردارن چشو از بیخ کشیدن بیرون رودرم هم تو چش کشیدن بیرون <تصفح> خیلی صحنه دارکی شد خب <تصفح> <تصفح> واقعا این کارو کردن میگم یک نفر شما معرفی کن مصاحبهای سوری ببینید مثال میزنم یه دکی نماینده مجلس بودن رفتن تو لیست هشت نفر که پایداری میبرن تو لیست اون چیه اون اون کنکوره برای چیه درست شد یه دی مدیران معروفن بابا اینو من که نمیگم آقای پور پور مصاحبه کرده اگه بنده گفته بودن شما بیاد بگید آقای پور مصاحبه کرده آقای پور میگه اصلا به من گفتن شما هیچ چی کار نداشته باش فقط پیش ثبت نامه انجام بده باشه باشو بی تولیستی میگه ماری روزی سالن دعوت کردن آه مصاحبه خودشونه بلند شد اومد رفتم سالن تا همه کارا رو انجام دادن خب ایشون مصاحبه شده آقای خجاستم مصاحبه شده یعنی سری خبشون یه سری مدیرای نظامن خب ایشون برداشت یه دم که سهمیه یه سری افراد بودن مثلا یه سری همشریای های بافو یه سری کادر مجلس بودن کارمند مرکز پژوهش اون محبی رو بردا بیاریم آقای بابک نگهداری مرکز پژوهش ها پاشو بیا آقای اهدیان رسانه ای پاشو بیا کارمندای مجلس رو برید ثبت نام کنید اندفعه باید مجلس رو کامل بگیریم مگه تو رئیس مجلس نبودی تو قبلیه بودم اما مجلس من نبوده مم. چرا چون ببینید روکش بهتون بزا بگم سریح مردم نمیخوام من انتخابات ریاست جمهوری رو خیلی تحت تاثیر خودش قرار بدم خیلی دارم ملاحظه میکنم اینا رو من بعدا عمری باقی باشه بگذره براتون باز میکنم که چه ها گذشت ببینید آقای قالیباف 96 اومد رئیس جمهوری حاجای رئیسی اومد رفت 98 های قالیباف اومد مجلس که من میام رئیس مجلس میشم دو سال کار میکنم میام برای ریاست جمهوری برای همین انقدر روح شفافیت رو قبول کرد گفت <applause> من چیزی رو قبول میکنم که کسا دیگر قرار برن انجام بدن <تصفح> اینو من نمیگم بعض از نهاند مجلس ها گفتن خب گفتن بعض از آقایون همون موقع اینجوری شد قبول کردن به 1400 که خودش بیاد یهودی دای رئیس ما سبتنام کرد آی رئیس ما نام کرد چرا ما نام کرد؟ دعوت شد ازش دیگه ایش رئیس قوه قضاییه بود موافق هم بود تو قوه قضاییه کی ازش دعوت کرد 220 تا نماینده مجلس خاطرتون هست بر همین قالیباف و مشاورینش اساس کردن مجلس اون میگفت این مجلس مجلس, مجلس ما نیست همون موقع بهترین کار این بود که قالیباف نمی رفت رئیس مجلس بشه قالیباف به در ریاست مجلس نمی خوره قالیباف هم موقع میرفت معاون اول با میسا کنار آقای رئیسی یه آدم اجرایی شروع میکردن بهش پیشنهاد شده بود نمیدونم بالاخره آقا شما بریم معاون اول باشی یا این طرف رئیس مجلس براتون الهاز آقای قالیباف 1404 یقینا برای ریاست جمهوری میخواست بیاد و میخواست یعنی تو دو دوره اول با آقای رئیسی رقیب شه این خیلی مهمه گفتن شما اگه بخوای بری دولت رو بگیری دو تا پیشور داره دیگه قبلش باید مجلس رو چیده باشی آره درست شد؟ مم. آفرین دو تو سال آخر یه حال اساسی به دولت داده باشی این اون بخشه ایکس ماجرا فکر کنم سر جاش نشست خب و همین روی کرد پیش رفت الان هم با این حادثه که اتفاق افتاد چه شد؟ همین اتفاق افتاد اول آقای قالیباف اومد مجلس رو چید؟ چه رئیس مجلس هیت رو باب میل خوش بچینه؟ حالا برم تو دولت منطقه کال ماجرا دیگه زمان کمتر یک سال چرا چون دو تا اتفاق افتاد یکی <applause> ما سر کلاهم پیدا شد <applause> اون ساز کار خراب کردیم ایشون تقریبا هیچ کس نتونست اومد دست دیگه یعنی شما الان تهران یه نگاه بکنید چند نفر آورده بود تو لیست گذاشته بود ایشون می که با 17 18 نفر میره تو عملا مشترکای لیستا نه اصلا بافی نیستن حتی روح الامینی هم بیشتر آدم آی رضاییه خب قالیباف قالیبافی نیست شاید به قالیبافم رأی بده و اعلام بکنه اما خب ایشون آدم آی رضایی آی مالک شریعتی نزدیک با آی زاکانی تعریف میشه چهره های پایداری چه ربطی به با قالیباف دارن اینا سایه همون تا دو ماه قبل انتخابات با تیر میزدن طرفدارشون توی های اجتماعی چجوری کنشگری میکردن پس هیچی تک و تنها رفت یه میلیون 200 هزار تا رأیش شد چقدر 400 هزار مشارکت کمتر شد خیر مشارکت با مشارکت 4 سال پیش یعنی 1402 با 98 1 درصد فرقش یکی دو درصد فرق خیلی مهم نیست اما رأیشون از 1 میلیون 200 هزار تا به 400 هزار تا پس این مجلس ناقص گفت ارسیان گفتن فضا فضا یه جوری شده فضایی که همه چی ناتمام انگار میخواد <تص> هیچ کدوم به تکامل انگار نمیرسه خب بعد الان هم همین فضا دارم الان کاندیاری ریاست جمهوری هم همین شکله من یه بار زور برگردم عقب تر پس های قالیباف ببینید 96 میخواسته بیاد نمیشه 98 میاد مجلس رو بگیره که تو دو سال بعدش 1400 محکم بیاد نشد آی رئیسی اومد گفت دیگه 1404 میام خب این اتفاقی تو مجلس افتاد این پیامو چ... نمیده که شما نباید بیای چرس کنم.